اه ما اه تا اینجای کار متوجه شدیم که یک جهان بسته ای رو و جهان کاملی رو رالز در نظر گرفته با اون نگاه ایدالیستی که شما روش تاکید دارید و نقدهایی رو یعنی مسیر نقد رو باز میکنه برای کسانی که جهان رو به این شکل کامل و یک دایره بسته نمیبینن به اونها خواهیم رسید نقدها هم خواهیم رسید اما دیدگاه رالز در مورد انتخاب و دموکراسی رو از شما بشنویم و اینکه رالز از این یک نوعی پرده پوشی صحبت میکنه در مورد انتخاب و تصمیم گیری اگر به اون هم به پردازی لذت ما بله اولا که بگم رالز ایدالیست نیست ایدالیست ها کسایی هستن که فرق واقعیت و ایدال رو نمیفهمن رالز کاملا رئالیسته ولی داره راجع به ایدال ها حرف میزنه مثل که شما میگی آقا من دوست دارم که الان مثلا تو تهران زندگی میکنم ولی دوست دارم ایدال من این برای, همین من ارز که در داره یک پولی رو برقرار میکنه گفتید بله نه ایدال رو آره حالا ما الان دقیقا الان توضیح میدیم که چیه دیگه این این و نکاتی که شما میگین همه گفت یعنی گفته شده و خوبه که بهش توجه بشه ببینید ما ساکن تهران هستیم خیلی هم تو تهران یه زندگی واقع گرانی داریم ترافیک و دوست داریم میشنیم با هم دیگه صحبت میکنیم به این نجیب رسید که ایدئال ما این هستش که تو اسفهان زندگی کنیم خب این که ما ایدئال اون هست که تو اسفهان زندگی کنیم که باعث نمیشه که فردا ما تو اسفهان باشیم که قدم بعدی این هستش که حالا که به توافق رسیدیم که من و بابا میخوایم بریم تو اسفهان زندگی بکنیم حالا قدم که میخوایم برداریم بریم اسفهان چه جوری باید باشه ممکنه نتونیم بریم اسفحان. ممکنه مثلا اصفهان یه جایی باشه که به افرادی مثل ما اصلا خونه کرای نمیدن مثلا ولی هنوز این تأثیری در این که برای ما ایدئال این هستش که بریم اسفهان نداره آخر سر ممکنه ما مجبور شیم بریم نجف آباد به خاطر محدودیت های واقعی در نتیجه اینو باید توجه داشته باشیم که توجه ما به ایدئال باعث فرض کردن ایدال یا قاطی کردن واقعیت با ایدئال نباید بشه این که ما چی میخواهیم یه چیزه این که به چی میتونیم دستیابی پیدا بکنیم مربوط میشه به فیزیبلیتی یعنی امکان پذیر بودنش این که ما الان برامون امکان پذیر نیست بریم اصفهان نباید باعث این بشه که بگیم خب پس اصفهان بد است اصفهان اخ هست. پس ما نمیخوایم بریم اونجا و ما کماکان حتی اگر که برای ما امکان پذیر نباشه بریم اصفهان میدونیم که دوست داریم بریم اصفهان و میدونیم هم که برای ما الان امکان پذیر نیست فقط میدونیم که باید در اون جهت حرکت بکنیم این دو تا در نکته بود که خواستم بدونین که رالز رو یک واقع گرا بدونین ولی خب هر واقع گرایی اگر یه واقع گرایی بگه من فقط به واقعیت فکر میکنم و هیچ ایدئالی ندارم این دیگه اسمش واقع, واقع گرا نیست این یه است که در واقع مثل یک هر بادی از هر طرف بیاد به هر طرفی امکان داره بره میشه یک فرد بی هدف واقع گرایی که هیچ هدفی رو دنبال نکنه دیگه بحث واقع گرایی نیست این در واقع گم شدن در واقعیت موجود و بی جهتی میشه خب برگردیم به اون ماجرای در واقع ویل آف ایگنورنس رالز برای اینکه نشون بده که افرادی که خردمندانه فکر میکنن بر سر اینکه یک میزانی از نابرابری باید در جامعه وجود داشته باشه تا منافع ضعیف ترین افراد رو بکنه میگه برای این کار میام یه می یک فرضی رو مطرح میکنیم فرض کنیم که افراد موقع تصمیم گیری راجع به اینکه چه میزان از بر... مثلا برابری باید اه... کاملا تفاوت افراد صفر باشه یا یه میزانی از نابرابری باشه این کسایی که میخوایم این تصمیم بگیرن فرض کنیم که ما اینا رو در واقع حالا چیز دقیقی که داره میگه اون پشت ویلا و میگه فرض کنیم یه پرده اینجا قرار داره و ما یک ای رو از یه جای دیگه ای انتخاب میکنیم میگیم آقا تو وکیل مردمان این جامعه هستی و مردمان این جامعه ممکنه که بعضیاشون در نقطه ضعف قرار بگیرن بعضیاشون از نقطه قوت قرار بگیرن و تو برو این پشت تصمیم بگیر که چه میزان برابری لازم داری این کسایی که میفرستیم پشت این پرده نمیدونن که اینا وکیل ثروتمندان این جامعه هستن وکیل قدرتمندان این جامعه هستن یا وکیل زعفای این جامعه هستن نمیدونن که مثلا این فردی که اونجا داره این ورد در جامعه ما داره زندگی میکنه آیا یک فرد است که همه بچهاش از کوش فراوان و قدرت های بدنی ایدئال برخوردار هستند یا اینکه یه فردی هستش که ثروت فراون داره ولی بچه هاش مثلا نقاط ضعفی دارن یا اصلا ثروت نداره ولی بچه هاش خیلی باهوش هستن به این اندامنت ها رو اون نمیدونه که این شرط اولیه بین این مردم چه جور شده این فرد رو این فردی که وکیل است مثلا 5 تا 10 تا فرد وکیل این مردم رو حالا به نسبت سکتورهای اون جامعه میفرسیم پشت این پرده این پر بهش میگن که ویل آف ایگنورنس رالز که خیلی معروفه اینه این افراد ترجمه شده پرده نادانی پرده نادانی این نادار پرد... نادان یعنی آره حالا نادانی هم میشه ترجمهش کرد یعنی نمیتونه ناگای آره اینا میرن اونجا ببین فرقش اینه شما الان توی دموکراسی های کنونی تصمیم گیری ها تقریبا اینجوری گرفته میشه دیگه یه در میفرستی تو پارلمان که تصمیم گیری کنن ولی این طرفی که تو پارلمانه ممکنه اصلا لابی شده باشه خرج زندگیشو یه کسی داره از همین اعضای جامعه میده یا اصلا خودش متعلق به یکی از این طبقات جامعه باشه ممت... ممکن این کسی که داره میره تصمیم گیری بکنه تو پارلمان متعلق به خودش ثروتمند باشه یه, یه کارخونه دار باشه یا یه نفر معلم باشه مثلا یه نفر کارگر باشه اینکه میره اونجا اونجا که داره میره منافع خودش یا بچه همه باهوش و تیزهوش و اینا باشن یا یعنی اینکه بچه هاش همه به دلایل مختلف ضعیف به دنیا اومده باشن یا در این قسمت ضعیف از جامعه به دنیا اومده باشن درآمدشون کم باشه امکاناتشون کم باشه محیط زیستشون آب فراوون مثلا نداشته باشه غیره یا اینکه در خیلی من پرنعمت قسمت پرنعمت جامعه به دنیا آمده باشن و از اینه ولی یه پارلمان دیگه ای رو میگه فرض کنید پشت این پرده ناگاهی ناگاهی از اینه ناگاهی از این حالا حالا من چیز دقیقش رو بهتون میگم این نیستش که این افراد ناگاهن خیلی هم آگاهن نمیدونن وکیل کیان یعنی این فردی که اونجا نشسته وابسته به هیچ کدوم از طبقات جامعه ای که میخواد راجع بهش تصمیم گیری کنه نیست حالا این افراد میشن اینجا میگه خب حالا مثل مثلا جوری هیئت جوری در یک دادگاهی مثلا میرن اون پشت میشینن میگه خب حالا ما تصمیم گیری کنیم ببینیم آیا میزان نابرابری باید صفر باشه یا میزان نابرابری باید بینایت باشه شروع ما با دیگه بحث کردن این افراد برای این افرادی که الان داریم سوال میکنیم اگر که علاقه من به دموکراسی باشن و علاقه من به در واقع این باشن که تصمیم گیری خردمندانه بکنن حالا این سوالو میپرسه میگه بیا ما هم دیگه فکر کنیم که این افراد آیا برابری رو انتخاب میکنن یا نه آیا میگن که بیایم این مثلا ثروت این جامعه رو به طور برابر بین همه اینا تقسیم بکنیم اگر که طرفی که اون پشت همین پرده قرار داره طرفدار یا متعلق به طبقه ثروتمند بود ما الان میشنویم دیگه شما حرف طبقه ثروتمند رو گوش کنید یا آقا ما نابغه ما باسوادیم ما فلانیم ما کارآفرین هستیم ما بله ما باید دستمون باز باشه تا ایجاد شغل بکنه اینا ای همین طرفی که ما میشنویم رو خواهند زد اگه متعلق به طبقه ضعیف اونجا باشه میگه نه ما باید همه با هم برابر باشیم یعنی چی که تو میخوای صد برابر من داشته باشی و این حرفا من باید با تو چه فرقی دارم همه انسان ها برابر آفریده شدن خدا گفته که ان اکرمکم عند الله اتقاکم پس همه با همدیگه دیگه باید مساوی باشیم درست پس بنابراین این رو در شرایطی که اگر اینا اون شرایط رالزو نداشتن که ما میدونیم چی میشد میرفتن دنبال منافع طبقاتی خودشون حالا طبقه هم طبقه مارکسی نیست دار. طبقه طبقات اجتماعی منظورمه کلاس های اجتماعی ولی سوال اینجاست در پس این پرده این افراد چگونه چه میزانی از نابرابری رو خواهند پسندید امیدوارم این تونسته باشم که این ویل آف رو ببینید چیزی که متوجه شدم اینه که به هر حال یک دستگاه اخلاقی رو معرفی میکنه رالز که در اون باید یک رابطه میان آزادی و عدالت برقرار بشه برای ایجاد فرصت هایی که فرصت برابر خونده میشه حالا این زمانت رو آیا دموکراسی میتونه فراهم بکنه یا نه؟ و مفهوم پرده ناگاهی یا ویل آف اگنورنس که شما فرمودین داره اتفاقا نقد میکنه به همین مسئله که خودش مطرح کرده آیا شما هم اینطور میبینید؟ نه اولا که رالز نمیگه باید اینطوری باشه رالز میگه من مت... اگر که شما هر از حرف من رالز داره میگه الان من داره حرف رالز میگه می من میگم که این افرادی که به این صورت باشن و مستقل از طبقه اجتماعی خودشون و اون پیشینه خودشون بخوان تصمیم گیری بکنن یه همچین تصمیم میگیرن نمیگه باید شما اگر با استدلال من مخالفین بیا مخالفتتون رو بگین بایدی تو کار رالز نیست میگه من بس در واقع معنیش اینه معنی حرف رالز میگه اگر شما حرفی غیر از این میزنین به خاطر این هستش که پشت ویلا نیستین پشت اون پرده نیستین اگه پشت اون پرده باشین وابسته اجتماعی به اون کلاس اجتماعی خودتون نداشته باشین من بهتون نشون میدم که این افرادی که پشت اون پرده هستن اینجوری تصمیم میگیرن و فرصت برابر هم تصمیمی است که راز نمیگه باید به همه فرصت برابر بدین میگه اون کسایی که اون پشت پرده هستن فرصت برابر میدن حالا بعدش که استلال رالز رو خواستم بگم اون میگم چرا اینو میگه آی با چه زمانتی کار رو میکنه شما یعنی به یک وضعیت طبیعی رو داره مطرح میکنه چون در مورد اون در وضعیت اولی هم صحبت کردید بالاخره یک رابطه بین تصمیم گیری اخلاقی وضعیت اجتماعی و افرادی که تعیین شدن برای اجرای سیاست ها برقرار دیگه این توصیف وضعیت نیست به نحوی داره باز به سمت اون ایدئالیسم حرکت میکنه مسئله من اینجاست نقدی که عرض میکنم خدمتتون خب ببین اون قسمت پیش اینه میگه این افراد داریم راجع به افرادی صحبت میکنیم که همه از دم به دموکراسی معتقدن دموکراسی هم تعریف دقیقش رو از نظر خودش گفته این افراد باید در تصمیم گیری ها قدرت برابر داشته باشن و بتونن که به طور منطقی به اهداف خودشون بخوان برسن این در واقع پیش دیگه گفتم اگر کسی معتقد به دموکراسی نیست اصلا مخاطب رالز نیست شما اگر دنبال شما فکر میکنید تو یه جامعه هستن همه طرفدار این هستش که حرف خودشون رو به دیگران به زور بفهمونن این افراد طرفدار رالز نمیشن اونا میرن طرفدار مثلا تئوری استالین میشن یا میرن طرفدار تئوری چی میگن فاشیزم میشن یا آقا من هم میدارم اینه به دیگران هم حرف خودم زور میدم و جامعهشون هم رابطهشون رابطه, رابطه دموکراتیک نخواهد بود رابطهشون رابطه وین لوز گیم آف چیکن با هم دیگه میکنن اینقدر با هم میجنگن تا انتخاب اصله داروینی صورت بگیره پیشفرزی که شما اگر میخواید بدونی پیشفرز رالز چیه اینه پیشفرزش این انسانها نمیگه که ما دموکراسی الان داریم یا نداریم میگه این افراد اگر دموکراسی بخواهند علاقمند به این باشن توی یک جامعه برابر بر اساس تصمیمات مشترک زندگی بکنن من بهتون میگم این افراد اگر بشینن اون پشت اون پرده نه برابری رو انتخاب میکنن نه نابرابری بینهایت رو این افرادی که به دموکراسی علاقه من هستن میزانه یه میزانی از نابرابری رو خواهند پذیرفت و حالا ما تیسسش هم میگیم دیگه تیسسش اینه میگه اون میزانی از نابرابری رو خواهند پذیرفت که منافع ضعیفترین افراد جامعه رو تعمین بکنه یه مثل یه قضیه هندسی میخواد اینو ثابت بکنه افراد پس دموکراسی پیشفرزشه شما فرض میکنه که این افراد نمیخوان از طریق زور نظرات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن حالا الان دوباره شما سوالت رو بپرسین من شاید درست نفهمیدم در... نمیگه که من بهتون ثابت میکنم که اینا دموکراسی رو انتخاب میکنن این میگه که این افراد اگر من خیلی خوب من نمیخوام ببرمش توی اون, اون فضا میخوایم برگردیم به همون دموکراسی و تصمیم گیری و اتفاقا تعریف اون انتفاع رضایت یا اقلانیت که حالا نزدیک انتخابات هم هستیم این اینجا دیدگاه رو حالا سفید کنم خود اهمیت پیدا بکنه ولی این تاکید بیش از اندازه روی فردگرایی حالا مایکل سندل فکر کنم این نقد رو مطرح کرده که یک خود بدون قید و شرط معرفی میشه از سمت رالز که این برای توضیح جامعه و وضعیت تعلقات اجتماعی کفایت نمیکنه شما اینطوری پاسخ دادید که خیلی خوب اونها میرن طرفدار دیدگاههای دیگه میشن و اینطوری مشکل حل میشه حالا ما باید ب... بدونیم که رالز داره توصیف میکنه یا یک ایدالی رو مطرح میکنه باید بین این دو انتخاب کرد ولی اصلا توصیف اه... نمیکنه تنب... اینو مطمئن باش رالز توصیف نمیکنه وضع موجود رو به هیچ وجه و همچین ادعای هرگز نکرده پاسخشم هم به همین انتقادات همه اینه که حواستون جمع باشه من راجع به وضعیت موجود حرف نمیزنم اگر شما یه جامعه دارین که اصلا به دموکراسی معتقد نیست جامعه اون پیش های جامعه که حالت اولیه اصلا یه قسمتی از کتاب راجع به حالت اولیه است میگه آقا من حالت اولیه هم باید این باشه مخاطب من طرفدارای من دقت کنید که ما داریم راجع به فلسفه اخلاقی حرف میزنیم اگر که کسی این شرط اولیه رالز نداره یه چیز دیگه دارش میگه فرض کن بنده اگر علاقه من باشم که من نظراتمو میخوام به همه تحمیل بکنم به که من فکر میکنم که من به حقیقت کامل جهان پی بردم بقیه نافهم هستن من میخوام اینا رو مثلا نظرات خودم به اونا بقبولونم و انجام بدم خب این مخاطبش دیگه رالز نیست اصلا این خوندن کتاب رالز به این کمک نمیکنه داره میگه اون کسانی که این حالت اولیه رو دارن علاقه من به این هستن که در یک جامعه برابر زندگی بکنن دموکراتیکلی تصمیم گیری بکنن اینا دست جمعی که بشینن فکر بکنن این میزان از نابرابری رو خ... نه تنها خواهند پذیرفت میرن دنبال این که یک میزانی از نابرابری وجود داشته باشه حالا به نظر من قبل از اینکه وقت امروز تموم شه من استدلال رالز ب... که چرا این افراد میپذیرنم بگم اگه موافق باشه حتما بفرمایید آره ببین حالا به این بپردازیم که استدلال رالز رالز میگه ببین حالا یه در فرستادیم این افراد تصمیم گیری دست جمعی پس برای این نمیخوام به هم دیگه زور بگم اینکه میخوان که برای یه افرادی که نمیشناسن تصمیم گیری بکنن که اینها ثروت بینشون چجوری تقسیم بشه میگه اینا میشن اونجا با هم صحبت میکنن و یکیشون بهشون میگه خب ما اگر که این رو برابری کامل بدیم نتیجه چی میشه بعد با همدیگه دیگه صحبت میکنن اگر خب برابری کامل بدیم آخه اینا نمیدونن که پسر خودشونه یا پسر دیگری بعضی از افراد این جامعه باید برن بالاخره مثلا بهش میگن پستپونمنت اف یوتیلیتی یعنی باید در واقع بهره برداریشون رو به تاخیر بندازن یه مقدار مصیبت تحمل بکنن تا اینکه به یه نتیجه برسن اگر که ما برابری کامل رو گارانتی بکنیم خب چه دلیل داره که یه نفری مثلا 20 سال از عمرش که میتونه بره تفریح کنه بره مثلا درس بخونه فیزیکدان بشه که کشف بکنه که رابطه فلان و فلان چیه یا بره پزشک بشه که بتونه بنده که مریض شده منو عمل بکنه اگه بدونه که آدکامش کمه علاقه این فرد یا علاقه ترین فرد که بره متخصص بشه بعد من که مریض شدم منو عمل بکنه کاهش پیدا میکنه منم بچم ممکنه که یه نفر آدم بی باشه تو اون پشت این پرده هستش ممکنه یکی از ثروتمندترین افراد باشه ولی همه ما محتاج به این هستیم که یک عده برن 20 سال درس بخونن و در واقع میزان بهره مندیشون از لحظات زندگیشون رو یه مدتی کم بکنن که بتونن به این مرحله برسن که مغز بنده رو مثلا عمل بکنن یا فرق استرینگ تئوری این مدل با اون مدل رو بفهمن خب اگر که ما به همه برابری بدیم این به این هدف نمیرسیم پس بیاین قبول بکنیم که یه مقدار نابرابری باشه رالز میگه این افراد اگر منطقی باشن این استدلال رو میپذیرن و اوپن هم هست میگه خب اگه نمیپذیرن بیا میگم به چه دلیلی نمیپذیرن اون معتقده که و کسی هم تو رو نیومده بگه که آقا نه رالز تو اشتباه گفتی پشت اون پرده اینا میان میگن که نه به درک بذار همه با هم دیگه برابر باشن هیچ کس هم پیدا نشه مغز و عمل بکنه یا پیشرفت بشری هم به صفر زید ایمه. اشکاری نداره و خب این در واقع میگه این گفتگو در بین اینها به جریان خواهد افتاد از اون طرف میگه که خب یکی دیگه میگه که خب پس برابری اون ولش بکنیم دیگه اینا بذاریم که تفاوت درآمد یا تفاوت توزیع ثروت وجود داشته باشه تا بله یه عده‌ای برن دنبال اختراع اکتشاف تحصیل و این حرفا و اینا پولدارتر از دیگران هم بشن بعد میگه بین اینا یه گفتگویی در خواهد گرفت پشت پرده چون اگر که خودشون جزو پول داره بودن این چیز دیگه میگفتن ولی الان طرف میگه که خب آقا جون اگه بچه من یه با یک ضعفی به دنیا اومد تو اون جامعه ای که هر کسی بتونه ثروتش نام... بینایت نابرابر باشه با دیگران چه دلیل داره که کسی از این نگهداری بکنه باید یه طوری باشه که در واقع میزان قدرت در اون جامعه طوری باشه که نابرابری قدرت رو ما باید طوری محدود بکنیم که این افراد ضعیف جامعه هم تا حدی حد از رفاه و ثروت برخورداد باشن چون یه مقدار از این ضعفاشون شانسیه بعد میگه خب این افراد به این نتیجه میرسن که آره تفاوت نمیتونه بینهایت باشه بعد میاد تئوری های مختلف لیبرالیزم رو مطرح میکنه چون حالا یه مقدار از نابرابری پذیرفته شده دیگه میگه خب نابرابری به این اندازه باشه که مثلا منفعت جمعی به حد اکثر برسه یکی دیگه میاد تمام این تئوری های از جان استوارد میل غیره رو به عنوان توضیحی توضیح میده که خب ما بیایم بگیم اقا نابرابری به اندازه‌ای باشه که همه از منافع مثلا برخوردار باشن این میزان برخورداریشون رو با هم جمع بزنیم یه چیزی مثل مثلا جی دی پی از یوتیلیتی جی دی پی این کلش اگر که زیاد بشه میشه ماکسیمایزیشن توتال بکنیم یکی دیگه میاد که بوده در تاریخ لیبرالیسم تمام تئوریای مختلف لیبرالیستی که آزادی میده و هم میگه خب ما میزان نابرابری اون چی باشه پیشنهادی که یکی از این افراد پشت این پرده مطرح میکنه میگه جان ما اگر که حداقل میتونیم سر این به توافق برسیم که میزان نابرابری باید یه طوری باشه که برای اون بدبختترین راضی باشه بعد خب اونا مثلا بحث میکنن با هم دیگه میگه آقا فرض کن که تو نماینده اون بدشانسترین مردم پشت این پرده هستی که ما الان وکیلشون هستیم تو آیا میپذیری که ما یه مقدار نابرابری تو این جامعه بدیم که یه طوری بشه که اگر این ضعیفترین فرد جامعه داره توی زندگی میکنه تو با سش رشد وجود داشته باشه اگه مریض شد بشه کسی درمانش کرد تحقیقات بکنن روز به روز زندگیش بهتر بشه و این حرفا و میگه که خب این افراد منطقی این رو خواهند پذیرفت که به اون وقتی که دارن راجع به ضعیفترین فرد فکر میکنن اون ضعیفترین فرد این رو میپذیره که ما یه مقدار نابرابری داشته باشیم که منافع این رو حد اکثر بکنه یعنی مثلا بهش میگه شما ضعیفترین فرد هستیم میگه بله میگه آقا قبول داری که ما یه مقدار مثلا به پزشک یا به محقق فیزیک یه مقدار حقوق بیشتر بدیم که بتونیم میکاری کنیم که تا اگه مثلا ناراحتی مغزی داری سکته مغزی کردی اینو مالجاش بکنیم طبیعتا اون فردی که شانس نداشته و در جامعه حضور داره میگه بله خب بهش بدیم بزنین منو وضعمو بهتر بکنه میگه خب چقدر بدیم میگه اینقدر بهش بدین که منافع من که از همه تر هستم هم ماکسیمایز بشه پس بنابراین یک مینیمومی رو از نابرابری حتما خواهد پذیر بعد حالا سوال میکنیم آیا شما حاضری که مثلا اگر که ما به, سر به اون پزشک ده برابر بدیم و ده برابر یک فرض کن پایین ترین ثروت جامعه اجازه ثروتمند شدن بدیم این کافیه خب میگن اگر که منافع این فرد ضعیف رو داره ماکسیمایز میکنه حتما باید این کارو بکنیم دیگه میکنیم حالا میگن اگه ده برابر داریم چطوری که صد برابر بدیم اینجا معتقده که یه ماکسیمومی هم وجود داره یعنی این افرادی که داره نشستن پشت ویل و ایگنورنس میگن آقا جون خب ما بله این منطقی شد که ما برای اینکه به این ضعیف ترین فرد جامعه حد اکثر بشه منافعش ما یه میزان نابرابری رو میپذیریم به اون حالا فیزیکدان یا شیمیدان یا کارآفرین یا هر کسی ده برابر ثروت بیشتر رو اوکی میکنیم ولی خب ما،, ما, اینجا دلیل نداره که صد برابر یا هزار برابر رو چیز بگه بخاطر که بقول معروف به میگن نسسری ایول ما نابرابری رو قبول کردیم خاطر که به نفع اون فرد ضعیف بود حالا اگر ما بیایم بیش از این نابرابری رو قبول بکنیم داریم حالا دموکراسیمون رو در خطر میندازیم چون و توی جامعه که نابرابری بیش از حد بشه بعد اون فرد قدرتمند دیگه گوش به حرف سایر افراد جامعه ممکنه نده در نجه ما نباید در این زمینه نابرابری بیش از این افراط بکنیم در نجه میگه اینو خب با پس به این نتیجه رسیدیم که رالز به هر حال عدالت رو بیشتر در زمینه اقتصاد میبینه یعنی نقدی که احتمالاً نقل نیست که از اول گفته اول. ببین بابک جان اول صحبت من گفتم حواستون باشه موضوع صحبت رالز به عدالت قضایی نیست راجب عدالت توضیعیه اصلا اول کتاب توزیعی We are talking about distributive justice چون مثلا من الان میام میگم میخوام راجب فیزیک هستی حرف بزنم خیلی خوب باشه, پس مثلا به هر حال اقلیت ها قومیت ها مسائلی که چپ بیشتر مورد توجه قرار دارن چطور راز بهش پرداخت بله خب نه اونم توجه کرد ببینید اولین کتابی که رالز نوشته در 1980 هست همین جاستیس از فرنس ا تیوری اولین کتابشه آخرین کتابش که قبل از در سال 2000 مرده آخرین کتابی که نوشته هست The Law of Peoples و Law of Peoples در واقع قسمت دوم تئوری هست راجبه همین چیزی که داره میگی راجبه مردمان در واقع راجع به روابط بین الملل و اینا هستش که اون واسه خودش دوباره یه سری یک اینیشال کاندیشن تعریف کرده و عین همین استراتژی که راجب به درون یک جامعه یا درون یک مردمان صحبت کرده که چه عدالتی رو میپذیرن لاز of پیپل که کتاب دوم رالز هست تئوریش راجب به اینترنشنال انتر نیست به خاطر اینکه تاکید میکنه دوباره اونجا که ما راجع به کشورها و دولت ها حرف نمیزنیم راجع به مردمان اسم کتابش هست The Law of People. Peoples پیپلز مثل همین که تو داری میگی قومیت ها افراد مختلف با نجات های مختلف و این حرف این پیپل های مختلف چه چیزی رابطه عادلانش رو تعریف میکنه که اونجا یه تعریفی داده الان ببین شما بذار من جمله رو تمام بکنم من الان میام میگم آقا من میخوام با شما توضیح بدم که کوانتوم مکانیک چیه چون نمیتونه بیای بگی آقا شما چرا پس راجع به مثلا شیمی عالی حرف نزدی موضوع صحبت ما کوانتوم مکانیک دیگه موضوع صحبتش تعریف کرده گفته من راجع به دیستریبیوتیو جاستیس الان میخوام حرف بزنم یه دمو حقیقی نه مثلا که راجع به عدالت قضایی کتاب نوشتن من موضوع صحبت همون نیست در نتیجه اون انتقادایی که میگن آقا تو چرا راجع به این حرف نزدی چرا راجع به میگه نگفته من دایره المعارف می نویسم گفته من راجع به یه سوال به خصوصی که میزان نابرابری توزیعی اونم حالا توزیع ثروت هم فقط نیست دقت کنید که راجبه یوتیلیتی حرف میزنن اقتصاددانا در واقع توزیع قدرته ثروت هم یه نوعی از قدرته این توزیع ثروت رو ما میخوایم راجع صحبت بکنیم که آیا برابری باید باشه نابرابری مطلق باید باشه یا یک میزانی و در واقع کتابش راجبه این هستش که با این شرایط افراد با ایدئولوژی های مختلف سر این ماجرا که یک میزانی از نابرابری که منافع ضعیف ترین افراد رو میکنه به توافق خواهند رسید آره با... کتاب راجب... آیا این راجب مثلا عدالت قضایی جواب به ما میده خیر راجب فیزیک جواب میده خیر راجب مثلا جامعه شناسی کمکی به ما میکنه خیر این راجب عدالت توضیعی یه کتاب نوشته و در همون زمین عدالت توزیعی هم حاضر دفاع کنه ازش دیگه منم حاضرم ازش دفاع کنم <تص> هیچ دفاع دیگه ای ولی ازش حاضر نیستم بکنم